سلام دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم. برای یک فال جدید با هم میپردازیم به این موضوع که اوضاع زندگی شما چگونه خواهد شد. این مسئله رو به صورت کلی با هم دیگه میایم بررسی میکنیم. دوستان عزیز، من مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خوش آمدین دوستان و یاران، و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تمام زحمات شما سروران کانال هستم. ببینیم با هم دیگه چه خبر است. دو انتخاب داریم دوستان عزیز. من دو تا انتخاب رو برای شما میریزم و اینکه بریم ببینیم که شما چه انتخابی رو میکنید. دو تا کارت میریزم. اوکی، شما یک از این کارت رو انتخاب کنید. آپ آپ آپ، ببینیم چه خبره. خب، انتخاب اول عدد 47 هست. بیبی اسپایس اسمش هست. ببینید این کارت رو من نشونتون بدم. از یک انتخاب اول بیبی اسپایس، و انتخاب دوم عدد 18 هست و اینکه یک ماساژ پا. عدد 18 ماساژ پا دوستان. اوکی، انتخاب خوب و بهتر وجود نداره. مثل همیشه من میذارم انتخابتون رو انجام بدین. دوستانی که نمیتونین انتخاب کنین، فقط انتخاب اول رو نگاه کنین. عزیزان دل دیگه میتونین انتخاب که میل نظرتون هستش رو انجام بدین. اگر فرصت براتون کافی نیستش روی ایس بذارین. دوستانی هستن که دوتا رو نگاه میکنن بعد میبینن کدوم بهشون میخوره، یا اینکه فکر میکنن که انتخابات دوتا میتونه مکمل هم دیگه باشه. هر کسی یک جوری دوستان انتخاب میکنه. هیچ اجباری در اینکه بخوایم این کار کنیم یا اون کار کنیم وجود نداره. این شما هستین که انتخاب میکنیم، و یک لحظه هستش برای شما با من، و همچنین لحظه هستش که حتی میتونین اون قدرت انتخاب خودتون رو هم تقویت کنیم. من سخن کوتاه میکنم و میرم سراغ انتخاب اول که بیبی اسپایس هست. سلام دوستان و عزیزانی که انتخاب شما انتخاب بیبی اسپایس بود دوستان. خب من این کارت اینجا میذارم. ببینیم دوستان عزیز، این کارت چه ندایی میده، چه حرفی رو به شما میزنه. این کارت واقعا کارت بسیار زیبایی هست که حرف از این میزنه که زندگی شما پر از نور و پر از انرژی خواهد بود. ببینیم بیبی اسپایس، بیبی بچه، حرف از یک شروع میزنه. شروعی با انگیزه، شروعی با انرژی. ببین انگیزه اون رو دارم که با انرژی، نه اینکه یک کیلو انرژی، بلکه 1000 کیلو انرژی در اختیار دارم که بخوام شاد باشم و اینکه به اهداف خودم برسم. بیبی اسپایس، ببینین دقیقا بیبی همون کودک، کودک درون شما رو دارم میبینم که اینجا اوضاع زندگی شما به چه صورت خواهد بود. اولا نور، روشنایی، و اینکه کودک درون شما زنده خواهد بود. یک مسئله بسیار خوب و قوی هستش که من اینجا دارم میبینم. یک شروع بسیار خوب، یک شروع سبکبال. این کارت شما رو دعوت میکنه اونجایی که احساس میکنین که زندگی شما واقعا پر از مشکلات هست. برای یک سری از شما دوستان عزیز، سعی کنین همه چیز ساده بگیرین و با انگیزه جلو برین. با انگیزه که جلو برین دوستان، من احساس میکنم تمام انرژی کائنات به کمک شما خواهد آمد که بخواین جلو برین. پس عینکتون رو عوض کنین، این عینک صورتی زیبا رو به چشم بزنین، و اینکه پر از انگیزه باشین، و برای اینکه این کارت ندای دوره بسیار زیبا و قشنگی رو داره برای شما میزنه. خب ندا دارم که شما پس پر انگیزه خواهین شد، پر از انرژی، پر از هدف، و اینکه شروعی بسیار زیبا و سبکبار. خب من این کارت اینجا میزنم. اوکی، ببینیم کارتای دیگه در ارتباط با انگیزه و نمیدونم انرژی شما چه چیزی رو میگن. اون دوستایی پس که الان شاید لحظات سختی رو داریم پشت سر میذاریم، بدون اینکه
آنچنان نماند و اینچنین هم نخواهد ماند و دوره خوب در راه هست برای شما. بله دوستان، من احساس میکنم که چرا یک شروع سبکبال و پر از انگیزه دارین، چون برای یک سریاتون دوستان اتفاقی در زندگی شما افتاده که این اتفاق برای شما بسیار بسیار سنگین بوده، چیزی تمام شده، دوره به پایان رسیده و اینکه دارم میبینم که آنچنان شما انرژی های سخت و سنگین رو با خودتون حمل کردین برای یک سریاتون دوستان، که دارم میبینم که اینجا چیزی وقتی که من به ته استخر میرسم هر پا که بزنم به سمت بالا میام، دیگه بالاتر از سیاهی رنگی نیست، تمام شده. الان یک سریاتون دوستان دارم میبینم که این حالت رو دارین که شاپیتری فصلی از زندگی من به پایان رسیده و دوره‌ای که پیش رو دارم فقط خوبی و شادی و خوشحالی هست و این کارت این نوید رو به شما دوستان میداد دوستان. و اینجا دارم میبینم که و اتفاقاتی که توی زندگی شما خواهد افتاد باعث این میشه که سپاسگزار کائنات باشین و در واقع این کارت حرف از این میزنه که بعد از فداکاری هایی که شما در زندگی خودتون انجام دادین، زحمت هایی که کشیدین، ایثار هایی رو که کردین، الان موقع اون رسیده که بخواین حاصل دسترنج خودتون رو درو کنین در واقع. خب من یک کارت دیگه برای شما میکشم و اینکه ببینیم که کارت بعدی بهتون چی میگه دوستان. بله خب اینجا من دارم میبینم که عزیزان دلی هستین که در حال تفکر هستین، فکرامو کردم. ببینین همه این چیزها در گذشته بوده که شما رو به سمت یک آینده زیباتری دارم میبینم داره میاره. الان دیگه به این مسئله دارم فکر میکنم، دارین فکر میکنین دوستان عزیز، که مسائل رو از دید منطقی نگاه کنین و اینکه واقعیت رو ببینین و بهترین تصمیم رو بگیرین. تصمیم گرفتم، درد، رنج، زحمت دیگه از من چی بشه فاصله بگیره، نه اینکه توی زندگی دیگه درد و رنج وجود نداره، ولی اینکه این درگیری های درونی که خود شما با خودتون دارین، دارم میبینم الان سعی میکنین که از دید منطقی باش رفتار کنین، چون احساس مسائل رو خیلی با تعصب دیدن باعث میشه که آدم کور باشه و اینکه مسائل رو به صورت واقعی نگاه نکنه. مشکلات مال من هستش، همه چیز مال من هستش، من اینجور هستم، دیگران اونجور هستن. پس وقتی که ما تعصب رو کنار بذاریم و اینکه با یک دید منطقی به مسائل نگاه کنیم، این کارت داره حرف از این میزنه چرا این دوره خوب داره برای شما پیش میاد، بلکه بیشتر به منطق خودتون دارین رجوع میکنین دوستان و اینکه بیشتر مسائل رو سعی میکنین که منطقی ببینین تا اینکه بخواین احساسی باهاش برخورد کنین. خب من این کارت ها رو اینجا میذارم و بعد میرم سراغ کارت های پوتیلونوما و اینکه نگاه میکنیم ببینیم که دوستان چه خبر هست برای شما دوستان عزیزی که دارین نگاه میکنین در ارتباط با اوضاع زندگی شما. آف شما افتادین سری و سه بسن. واو 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 کارتا دارم تاکید میکنم، آنچه را که دارم بهتون گفتم دارم تاکید. این شما هستین که دیده دارم میبینم نگرانی، شرایط سخت دارین، یک سریاتون احساس میکنین که خیانتی حتی به شما شده دوستان عزیز در ارتباط حالا با یک مسئله، حالا تعهدی ممکن هست باشه دوستان یا اینکه مسئله هستش که برای شما خیلی مهم بوده. دارم میبینم که اینجا دوستان عزیز پوست دارین میندازین، به حس ششم خودتون دارین رجوع میکنین، نگرانی ها میان و میرن، ولی شما ببینید این بیبی اسپیس پایسی اینجا افتاده، اون شروع سبکبال، اون دوره زیبایی که دیگه نمیدونم سر این ما رو میزنین و اینکه این ابرها رو فوت میکنین میره اونور. دارم میبینم برای شما از یک ناراحتی، نگرانی،
از یک شرایطی که برای شما شاید خیلی دردآور بوده دارم میبینم دارین خودتون رو رها میکنین و به سمت یک ثبات میرین. مکالمه اینجا دارم برای شما میبینم، دارم میبینم که مسائل رو دستتون میگیرین، به زندگیتون با تسلط دارین بهش با تسلط با قدرت دارین بهش مسلط میشین دوستان عزیز. اوکی؟ و اینکه اوج میگیرم، بزرگ شدم. خب بسیار خوب و عالی، من دارم میبینم یک دوره سبکبال، شادی و اینکه دیگه نمیخوام خودم رو در شرایطی بذارم که هم روحم هم جسمم و هم ذهنم در یک تنگنای وحشتناک باشه. خیلی خوب و زیبا و من خیلی خوشحال هستم وقتی که کارت های به این خوبی رو دارم برای شما میبینم، مخصوصا که دیدیم شروعش این بود که ناراحت هستم، نگران هستم، شرایط من سخت هست، شرایط سمی هستش و یکی از اون حالت ها دارم میبینم که دارین در میبینم. خیلی خوب، من برم سراغ تاروت و اینکه ببینیم با هم دیگه تاروت چه حرفی رو برای شما دوستان عزیز داره میزنه. اوکی. دوستان که انتخابشون انتخاب اول بود بهم بگین لطفاً که چه خبر هست در انرژی هاشون، اوضاع زندگیشون به چه صورت. واو بسیار عالی دوستان، تاکید میکنم من وقتی که کارتا همدیگر رو تاکید میکنن خیلی خوشحال میشم برای اینکه یک اعتماد بیشتری رو بهم میده. ببینید دوستان توجه کنین، اینجا من دارم میبینم که یک سری از شما دوستان عزیز منطقی با مسائل رفتار میکنین، باز هم آرکان های ماژور رو افتادن یا تاروت کبیر مسائل مهمی رو که به شما دارن خبر میدن، اطلاع میرسونن. ببینید کارت ها تقریبا یکی هستن، ببینید دارم میبینم که با یک قدرت با یک تسلط خیلی قشنگ دارین همش آرکان های ماژور این پشت براتون افتاده. اینجا دارم میبینم که بر زندگیتون دارین مسلط میشین، تصمیماتی رو که میگیرم بر اساس واقعیت از چشمم باز میکنم نگاه میکنم، از نظر فکری دارم میبینم که تغییرات بسیار خوبی دارم برای شما میبینم، قدرتتون رو میبینم و ورود فراوانی بر زندگی در زندگیتون مخصوصا از نظر مادیات. دارم میبینم که خودتون رو دارین از یک سری از مسائل سمی همونجور که در پوتیل و نوما هم گفت دارین رها میکنین و فاصله میگیرین دوستان از خیلی از مسائل، از یک گذشته‌ای که شاید دست و پاگیر برای شما بوده که اینجا دارم میبینم خودتون رو دارین رها میکنین و به چه سمتی میرین؟ به سمت قدرتمندی و اینکه یه مقدار شاید خشک باشین ولی دارم میبینم راه زندگیتون رو دارین دستتون میگیرین. حالا برای یک سری دوستان عزیز دارم میبینم که اینجا حرف از انعطاف‌پذیری و امید و آرزوی شما هستش، دارم میبینم عجله ندارین، سعی میکنین که با گذشت زمان دوستان مسائل رو بررسی کنین. جایی که عجله هست این کارت میاد شما رو در یک حالتی میذاره که نه من با خودم مدارا میکنم و اینکه نه اینکه بخوام کهیر بزنم، همین که حرف از یک مقدار وقت گذاشتن و بررسی مسائل که مربوط به زمان گذاشتن و صبر کردن هستش. صبر میکنم ببینم چی میشه. خب چشمتون رو اینجا داریم باز میکنین دوستان عزیز و دارم میبینم که از گذشتتون درس آموختین و اینکه نسبت به این گذشته خیلی با مسئولیت دارم میبینم که مسائل آینده رو دارین بررسی میکنین. خب ببینیم که کارت ها بهتون چی میگن دوستان. اوکی من یک کارت دیگه روی کارت سوم برای شما میریزم و بعد شروع میکنیم به خونه. بله دوستان توجه کنین، من میبینم که یک سری از شما دوستان عزیز در مورد زندگیتون در گذشته دارم میبینم که یک مقدار یک سری از شما به خاطر کمال طلبی شما و اینکه بهترین رو برای خودم میخوام احساس میکنم که بار خودتون رو سنگین کردین. نظر دیگران شاید برای یک سری از شما خیلی مهم بوده یا اینکه دیگرانی در این
حالت هایی که شما بودین، شاید یا محیطی که شما رو احاطه می کرده، دارم می بینم که در حال روز شما تأثیر فراوانی داشته. توجه کنید، من اینجا عزیزانی می بینم که بار شما بسیار سنگین بوده و خسته بودین. خستگی مفرطه، حالا یا جسمی هستش و یا اینکه فکری هستش. به هر حال بار زیاد، شارژ بالا رو من اینجا برای یک سریاتون دارم می بینم دوستان. پس دارم می بینم این دوره داره تمام میشه، چون آخرین کارت تاروت افتاده و اینجا هم آخرین کارت یعنی عدد 10 و عدد 21 که دوتا عددا حرف از تمام شدن یک دوره دارن میزنن. دوره‌ای که دارم میبینم به تکامل رسیده و بار سنگین شما دیگه نمیکشم، دیگه این بار رو پایین میذارم. این از گذشته شما داره میاد دوستان، اوکی؟ و الان انرژی که در دوروبر در پیرامون شما هست و دوروبر شما هست دوستان، انرژی یک انرژی ثابت و یک انرژی هستش که شاد هست، ثابت هست، خوب هست، خوشحالی و خوشیومنی رو داره برای شما به همراه میاره. و اینجا دارم میبینم که به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همونجور که این بالا بهتون گفتم فکر میکنم و اینجا هم دارم میبینم هر کاری رو که میکنم اول نگاه میکنم که چهارچوب ارزشی و چهارچوب زندگی منو متزلزل نمیکنه، بلکه با نقشه و با به قول معروف نگاه کردن به آنچه که پیش خواهد آمد دارم میبینم که دارین جلو میریم. در آینده دوستان دارم میبینم که تعهد شما رو، اگر پدر یا مادر هستین یا اگر مسئول خانواده هستین دوستان، دارم میبینم با تعهد، ببین، با عشق، با آرامش دارم میبینم که و با باز هم صبوری دوستان دارم میبینم که مسائل رو بررسی میکنیم. برای اینکه چی؟ برای اینکه دارم میبینم در آینده یک هماهنگی وارد زندگیتون شده. اینجا دارم میبینم در حال داره شروع میشه و در آینده داره ادامه پیدا میکنه. از نظر احساسی اونجاهایی که بالا پایینی دارین، کارت بعد میاد میگه نه، هماهنگی رو ایجاد میکنم، چرا که مهربان هستم. ایثار یا محبتی که میخوام بکنم، میبینیم میزان و مقیاسش رو در نظر میگیرم. اونجایی که باید شیر احساسی رو ببندم میبندم و اونجایی که باید دارم میبینم که باز کنم باز میکنم، با کی مهربان باشم با کی نباشم. دوستان عزیزانی که برای زندگی احساسیتون یه مقدار مشکلات دارین یا اینکه فهم ناراحت هستین، برای شما یک هماهنگی میبینم و حتی ممکن است یک رابطه جدید که در اون شما رو از یک به قول معروف ترس و استراب در خواهد آمد. پس عجله‌ای در آینده هم ندارین، نه در مورد مسائل احساسی و نه در مورد اینکه با کی مهربان باشم و با کی نباشم. خب ببینیم با همدیگه پوتیل و نامان به شما چه چیزی رو میگه در ارتباط با این کارت. ببخشید، دوستان توجه کنید، ماری که قبلا هم دیدیمش در پوتیل و نغمه افتاد در گذشته شما. شرایط سمی که در گذشته بوده رو می سپارین به گذشته. تمام شده. دارم میبینم که در مورد شرایط سمی، در مورد انرژی های منفی و افرادی که منفی بودن دور و بر شما، دارم میبینم گشایشی اینجا براتون میبینم. به پایان رسیدن یک مسئله شما خودتون تونستین راه حلی رو پیدا کنین و اینجا دارم میبینم این راه حل ممکن هستش که حتی کائنات در اختیار شما قرار داده باشه که این شرایط سمی رو
به صورت کلی بذارین کنار. راه حلی من اینجا برای شما دارم میبینم. در حال دارم برای شما شانس میبینم، مادیات میبینم، شانس‌های روزمره شما رو دارم میبینم و همچنین افرادی هستن که به این شانس کمک میکنن در ارتباط با شما. کسایی که دور و بر شما هستن بدون اینکه برای شما خوشیامنی میارن، شادی به بار میارن و اینکه افرادی هستن که به شما وفادار هستن دوستان. و در آینده دارم میبینم که یک مسئله سخت رو شما واقعا در یک تابوت میذارین و تمام میکنین. خودتون هستین که دست به عمل میزنین دوستان عزیز، کارهایی رو میکنین که یک مقدار شک و تردید شما به پایان برسه. من دارم میبینم برای یک سری دوستان ممکن هستش که یک رابطه ای رو که در گذشته شما بوده رو کلا دفنش میکنین و دیگه حرفش رو نمیزنین، یا اینکه دارم میبینم که شک و تردیدهای شما به طور کلی در ارتباط با یک مسئله تمام میشه و همه چیز به روشنایی میاد، چرا که کارهایی رو دارین انجام میدید. دوستان توجه کنید، حس ششم بسیار قوی رو برای یک سریاتون دارم میبینم. اون دوستانی که ممکن استش که شما با حس ششمتون کار میکنین، ببینید دارم میبینم که اینجا کاملا در یک هماهنگی هستیم. مشکلات به پایان میرسه، اون شکا، ترسها و خیلی چیزها، استرابهایی رو که دارم میبینم که در زندگی شما ممکن هستش که نه اینکه حالا همیشه ما انسان هستیم با شک و تردید و استراب ممکن است همراه باشه زندگیمون، ولی یک مسئله خاصی رو من در یک جهت خاصی دارم برای یک سری ها میبینم دوستان، که دارم میبینم اونو در یک تابوت میزنیم و اینکه تمام میشه میره. یک مسئله بغرنج برای شما تمام میشه دوستان و اینجا ممکنه شخصی بیاد و کمکتون هم بکنه، همونجور که اینجا دارم میبینم که ممکن استش که شخصی در حال حاضر برای شما شانس و یا اینکه بر حال کمک‌هایی رو با خودش بیاره. دوستان عزیز، این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من یک پیام فرشتگان رو برای شما می‌ریزم، ببینیم فرشتگان بهتون چی میگن. فرشتگان حرف از ناشناس میزنن، میگن که از ناشناس نترس، الان موقع اون رسیده که درون خودت رو تغییر بدی و اینکه افق‌های جدید رو بهشون بپردازید. پس مسائلی که دارن براتون به وجود میان، مسائل با اینکه متفاوت هست، جدید هست، تازه هست، چیزهایی که شما نمیشناسین و نشناختین تا حالا. مسائل بسیار خوب و انرژی بسیار زیبا. دوستان عزیز، این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش و تا فال دیگه، خدا نگهدار. سلام دوستان و عزیزانی که انتخاب شما، انتخاب این کارت ماساژ پا هستش. دوستان، حرف این کارت چه چیزی هست، چه صحبتی رو برای شما داره؟ این کارت وقتی که ماساژ پا میخوام یعنی این که من راه زیادی رو اومدم، کارهای زیادی رو در زندگی کردم و الان شایستگی و لیاقت یک استراحت و یک ماساژ هستم. دوستان خبر از این میده که شما زحمتای شما واقعا میتونین بهش افتخار کنین. الان قسمتی از زندگیتون هست که باید یه ایست داشته باشین، استراحتی کنین. بهتون میگه که زندگیتون رو باید مرحله به مرحله جلو برین و به اینکه بسازین، نه اینکه بخواین انقدر حرکت کنین و خودتون رو اینور اونور بزنین که خسته کنین و از پا در بیاین. پس حرف از این میزنه که به جسم خودتون برسین، به روح خودتون برسین دوستان، و اینکه دارم ببینم که کارهایی که در گذشته انجام دادین محصولات بسیار خوبی رو برای شما خواهد آورد. حالا چه حاصلی خواهد داشت نمیدونم دوستان، ولی امیدوارم که محصولاتش همه درست حسابی و خوب باشه، نه اینکه محصولاتش بد باشه. ولی به هر حال میگه که شما لیاقتش رو دارین که الان یک مقداری ریتم زندگی خودتون رو پایین تر بیارین و یک مقداری به خودتون این به قول معروف بریک رو بدین که استراحت کنین و لذت ببرین از زندگی. خب ببینیم که کارتای دیگه بهتون چه میگن عزیزان. خب
بله، واقعا دوستان حرف از این میزنه که این چون این کارت کارت اوریانی هست، من باید یه کارت دیگه روش بکشم. برای شما خوشبختین و اینکه یه کارت دیگه روش بکشم. میگه که ببینین اونجا دوستان، اونایی که دارن میبینن که یک مقدار نسبت به زندگی بدبین بودین و اینکه شاید فکر میکردین که همه چیز مال منه و بد هستش، الان اینجا دارم میبینم که بیشتر دارین به خودتون میایین دوستان و اینکه مسائل رو به صورت ساده تر دارین نگاه میکنین. من دوره‌ای که پیش روی شما هست دوستان، دوره‌ای دارم میبینم که درون به خودتون بیشتر میرسین و به ظاهرتون حتی میرسین، چون این کارت هم این حرف رو میزنه. به نرمشتون بیشتر خواهد بود با زندگی و زندگی همین چنین با شما نرمش بیشتری رو خواهد داشت. خب ببینیم کارت بعدی بهتون چه چیزی رو میگه. خب کارت بعدی بهتون میگه که زمان رفتن هستش. از یک طرف بهتون میگه بشین استراحت کنین، از اون طرف زمان رفتن هست. زمان رفتن اینجا که بار سنگینتون رو بذارین کنار دوستان و اینکه بدونین که اتفاقات بسیار زیبا و خوبی برای شما در راه هستش. اون بار سنگینی که دارم میبینم که اینجا بهتون میگه که ایست و اینکه استراحت کنین، حتی ماساژ برین، یک کاری رو برای خودتون انجام بدین. الان وقتی که این حرف رو میزنه دقیقا منو یاد کارت ابله میندازه، کارت ابله تارود، که میگه که کارت ابله تارود وقتی که نگاه میکنین اون شخص هر چیزی که براش دست پاگیر هستش رو کنار میذاره و انرژی این رو داره که خودش رو حل بده و وارد یک دوره جدیدی از آفرینش بشه دوستان. خب این از این. حالا ببینیم با همدیگه کارت های دیگه به شما چه چیزی رو میگن. من از کارت های پوتیل و نغمان استفاده میکنم عزیزان دل، و اینکه بریم ببینیم که کارت های پوتیل و نغمان در ارتباط باز شما و زندگی، اوضاع زندگی شما چه خواهد شد. ببین دارم میبینم که پس مسائل خوب در راه هستن، خودتون رو دارین از یک سری از افکار دست و پاگیر در میارین و خودتون هستین و به خودتون میرسین، هم به ظاهر خودتون، به فیزیک خودتون و هم به معنویتتون و به حال خودتون دارین میرسین. ببینیم چه خبر دوستان. شما افتادین اینجا. بله کارت ها بسیار بسیار زیبا هستن دوستان، حتی یک کارت منفی من در اینجا نمیبینم. دوستان توجه کنید، اینجا یک سری از شما دوستان عزیز دارم میبینم که برای شما گشایش در دامنه‌های مختلف زندگیتون، برای یک سریاتون تغییر اساسی زندگیتون، بهبودی شرایطتون رو دارم میبینم در ارتباط با اطرافیانتون و حتی اون دوستانی که شاید قصد رفتن و حرکت از اون جایی که دارین زندگی میکنین هست، و دارم میبینم که برای شما یک گشایشی داره به وجود میاد در مورد محل کارتون، در مورد هر چیزی که هستش. تغییرات بسیار زیاد و قشنگی رو من برای شما دارم میبینم. افراد زیادی رو من اینجا دارم میبینم که دخیل هستن در حال خوب شما و در آینده برای شما دارم میبینم بهبودی اونایی که مشکل سلامتی دارین دوستان، بهبودی شرایطتون رو دارم اینجا میبینم عزیزان دل. دارم میبینم از نظر خانوادگی، از هر نظری که بخوام نگاه کنم، اینجا من دارم برای شما بهبودی میبینم، سلامت دارم براتون میبینم و اینکه به هر حال مسائل بسیار زیبا اینجا هستن. اوکی، این کارت ها رو من جمعشون میکنم عزیزان دل و اینکه بریم ببینیم با هم دیگه شرط زندگیتون خیلی داره قشنگ و قشنگتر میشه. این در حالی هستش که ببینیم من پشت کارت ها رو، اینا رو کارت ها رو روش گذاشتم، بردارم، موش افتاده بود. حرف از این که از دزدی، حرف از دست دست دادن انرژی، حرف از عصبی بودن و اینکه توان نداشتن انجام خیلی از کارها، این در حالی هستش که دارم میبینم که اینجا اگر یک سریاتو مجبور به ایست هستین توی زندگیتون، بدونین که برای بهتر حرکت کردن هستش. خب و شرایط به سمت
بهتری داره حرکت میکنه، بهبودی شرایط شما و استقرار شما و رو داشتم میدیدم. خب ببینیم با هم دیگه اینجا تاروت به شما دوست عزیزی که دارین نگاه میکنین چی میگه عزیزان. اوکی، من از کارتای از این کارت استفاده میکنم، ببینیم که کارت های تاروت به شما چی میگه. دوستان من احساس میکنم که برای یک سریاتون شاید الان لحظه اون رسیده که سبکبال باشین و شاد باشین. دارم میبینم چشمتون رو دارین باز میکنه، کم کم دارین قدم برمیدارین و تغییرات برای چی؟ به خاطر که یک تغییر اساسی در شما داره به وجود میاد. ببینید انرژی کسی هستش که یواش یواش قدم برمیداره. دوستان خب اینجا ببینید دوستان، دارم میبینم که کم کم چشمتون رو داریم باز میکنه، کم کم قدم بر میدارم. چرا که در گذشته ممکن هستش که مسئله اتفاق افتاده در زندگی شما که باعث یک تغییر بسیار بزرگی در شما شده باشه. الان دارم میبینم که به هر حال بعد از این تغییر میل شما بر حرکت هست، بر این هستش که ببینین، دارم میبینم که یک سریاتون میلتون بر این هستش که چشمتون رو باز کنین و بیشتر تحقیق کنم و اینکه بیشتر اطلاعات بیشتری رو به دست بیارم. اینجا دارم میبینم دوستان فرشتگان مقرب در کنارتون هستن. مسائلی که در زندگی شما اتفاق افتاده ببینید سیر صعودی داره، کم کم قدم بر میدارم، تغییر بر من به وجود اومده و من یک حرکت بسیار سریع دارم. به ندای درونیم، صدای فرشتگان مقرب در کنارم گوش میدم، حرکت میکنم. از نظر معنوی دارم میبینم که بسیار عالی شدین دوستان عزیز و اوج گرفتیم و اینجا دارم میبینم که برحال یک در مقابل چی؟ در مقابل مسائل دست و پاگیر و وابستگی ها و انرژی های شاید سمی که در زندگی شما بودن. پس اوج گرفتن شما رو دارم میبینم اینجا دوستان، قدرتمندیتون رو دارم میبینم در مقابل آنچه که بر شما گذشته و اینکه دارم میبینم کم کم مثل یک آدمی که نوپا هستش دارین حرکت میکنین. اینجا یک سریاتون واقعا این کارتی که اینجا افتاد اونجا مرگ بزرگ و مرگ کوچک دوستان برای من این کارتا هستن. اینجا دارم میبینم دوستان یک سری از شما واقعا حس قربانی بودن و شب سیاه روح رو پشت سر گذاشتن برای شما دارم میبینم. دوستان عزیز توجه کنین، اینجا دارم میبینم که یک سری از شما حسش شما بسیار بسیار قوی داره و یه وقتایی دوستان این باعث میشه که خیلی از مسائل دستتون بیاد. ببینید در چه جهتی استفادهش میکنین. یه سری از شما اونجوری که دارم اینجا میبینم که سعی میکنین ببینین چه عینکتون رو روی زندگی عوض کنین، اینجا هم به همین صورت هستش. من احساس میکنم این دوره از حس ششمتون باید خوب استفاده کنین، نه اینکه دوستان یک جوری استفاده کنین که خودتون رو به حال ما وقتی که شاکراهامون باز میشه، شاکرای چشم سوم و شاکرای تاجمون که باز میشه، دوستان همه اطلاعات رو دریافت میکنیم، همه چیز خوب یا بد رو دریافت میکنیم. پس سعی کنیم که یک مقدار روش کار کنیم و اینکه اطلاعات بهتری رو سعی کنیم به خودمون اعتماد کنیم. اوکی، ببینیم کدوم یکی از این اطلاعات مال ما هستش دوستان، این خیلی مهم هستش. اینجا دارم میبینم پس یک دوره سخت داره به پایان میرسه، کم کم جان میگیرین، به خودتون ببینین عجله‌ای ندارین، فکر میکنین، به حس ششمت خودتون اعتماد میکنین و اینجا کاملا عزیزانی میبینم که میدرشین، موفقیت از آن شما هستش، میدونین چی میخواین و برای اون تلاش میکنین و حرکت میکنین و امید دارین پشت. خب ببینم کارتای تاروت دیگه چه چیزی رو بهتون میگه دوستان. پس مواظب به حس ششمتون باشین دوستان عزیز، که سعی نکنین که حس ششمتون برای شما مشکلاتی به بار بیاره. یک سری از شما ممکن هستش که مشکلات خانوادگی رو داشته باشین دوستان و اینکه این مشکلات خانوادگی بدونین که داره تمام میشه، به پایان میرسه. خب این
دوستان عزیز، من الان دارم میبینم که یک سری از شما عزیزان دل در گذشته اینجا این کارت ها دارن این حرف رو به من میزنن که یعنی قدرت داشته، نه اینکه بی قدرت بودین. در گذشته، از گذشته دارین میان که کلن افکار بسیار خوبی وجود داشته، فراوانی داشتین، قدرت داشتین دوستان عزیز. و اینجا حرف از دوتا کارت ها برای من حرف از شاکره ریشتون دارم میبینم میزنم. ممکنه برای یک سریاتون مسائل خانوادگی شما در گذشته برای شما بسیار بسیار مهم بوده و اینکه هدف شما، فکر و ذهن شما این بوده که بسازین، درست بسازین مسئله‌ای که در زمان ادامه پیدا کنه. و این چیزها رو من میبینم داره درست بوده. یک دوره هم به پایان رسیده و دارم میبینم که این دوره با یک به قول معروف دست آهنین در یک دستکش مخملی دوره رو به پایان رسوندیم و با موفقیت. من اینجا عزیزانی رو دارم میبینم که هم زیبا هستین، هم مهربان هستین، هم قدرتمند هستین و احساس میکنم دوستانی هستین که یک خانواده رو در دست دارین اینجا. خب زندگیتون رو در دست دارین، خانوادتون رو در دست دارین و در گذشته بسیار زیبا اینجا بوده. در حال مشکلاتی وجود داره برای شما که دارم میبینم در این مشکلات دوستان عزیز توجه کنین، کمبودهایی رو وجود داره، فقدانی وجود داره. حالا این کمبودها ممکن است از نظر مادی باشه یا اینکه شما در گذشته خیلی اهداف بالایی رو داشت برای خودتون گذاشتین که امروز فکر میکنین با آنچه را که دارین کافی نیست برای ادامه اون راهی که در گذشته داشتین. و اینا دارم میبینم که اینجا به هر حال هر کمبودی که وجود داره یا هر حسی که مخصوصا این حس دست رد خوردن رو اینجا دارم ببینم و احساس میکنم اوریان هستم و دیگران بهتر و خوبتر هست و حتی کمبودهای مادی رو دارم ببینم دارین روش فکر میکنین. ببین تصمیم شما بر این هست که خودتون رو رها کنین از حس و حال منفی و انرژی های منفی که من اینجا دارم میبینم که دارم فکر میکنم. آنچه که برای من دست و پاگیر هست رهاش میکنم و به سمت نور میرم. خب هم ولی اینکه اون مسئله برای من به دلم نشسته باشه و اینکه بهش خیلی وابسته باشم، رها کردن خودتون رو و حرکت و تفکرتون رو اینجا دارم میبینم. پروانه اون بالا حرف از تغییر و تحولات بسیار خوبی داره برای شما در آینده میزنه. پس حرکت دارم براتون میبینم، حرکت دارم، حرکتی که شاید اگر امروز تواناییش رو ندارین فردا برای شما اتفاق خواهد افتاد. و اما در آینده، در آینده شوق اشتیاق شما رو دارم میبینم دوستان. من احساس میکنم یک سری از شما به طور کلی یک سری از مادیات شما من اینجا دارم میبینم که به یک نتایج رسیده و امروز و فرداهای دیگه که داره میاد روی خودتون دارین کار میکنین دوستان. دارم میبینم که اینجا یک مشعلی دست شما هستش که با انگیزه راهی رو شروع میکنم، پروژه رو شروع میکنم که ولای اینکه این پروژه منو بترسونه حرکت میکنم و میرم جلو. دارم میبینم که اینجا پروژه‌ای هستش که دوستان عزیز شاید خواب رو از چشم شما بگیره یه مقداری، ولی حرکت میکنم چرا که برای شما دارم میبینم بهتون یک انگیزه خاصی داره میده. یک سری شما دوستان دارم میبینم که روی ترس های خودتون حتی کار میکنه و روی آن دارم میبینم که حرکت شما به این صورت خواهد بود دوستان عزیز که به جایی میرم که انرژی هایی رو که مال خود شما نیستش رو از زندگیتون خارج میکنه و یک شروع بسیار زیبا رو در زندگیتون میبینم. در گذشته خوب بوده، در آینده خوب خواهد بود و همچنین در حال دارم میبینم با یک درایت خاصی یک سری از منفی ها رو از زندگیتون دارین هول میدین. دوستانی هستین که بیشتر به سمت جلو دارین حرکت میکنین تا اینکه برگردم و منفی ها رو بخوام نگاه کنم. ببینین پشت کارت ها باز هم خوشحالی و خوشبختی دارم براتون میبینم و اینجا هم به همین صورت شروعی برای شما دارم میبینم دوستان، شروعی که دو بار داره تاکید میکنه اینجا که بسیار زیبا خواهد بود براتون. خب و اما بریم ببینیم که کارت های دیگه، نه اینکه بهتون بگم مشکلاتی وجود نداره چون من اینجا دارم میبینم یک سری از مشکلات کمبودهایی هست و در آینده هم یک سری از استرس هایی هست، ولی مثبت های این مسئله بیشتر از منفی هاش هستن. خب بریم ببینیم با هم دیگه ممکنه یک سریاتون حتی مجبور باشین که شبها هم مثلا برای یک پروژه کار کنین دوستان. اوکی بریم ببینیم که کارت های دیگه بهتون در مورد پوتیل و نغمان بهتون چی میگن
اینجا. واو بسیار خوب. ببین دوستان در گذشته باز هم دارم میبینم یک سری از شما دوستان عزیز توجه کنین، باز هم دارم میبینم که حرف از این میزنه که ببینین من اینجا مسئولیت پذیر هستم. خب کارتی هستش که دارم میبینم که تسلط شما و قدرت شما رو داره نشون میده. جمع کارتا این حرف هم داره میزنه، پیامی که دارم، مسئله‌ای که در دست دارم، دارم میرم روش فکر میکنم و اینکه از حس ششم هم اونجایی که باید استفاده میکنم و با مسئولیت مسائل دستم میگیرم. خب ممکن هستش که یک سری از شما دوستان در گذشته مسئولیت مادری رو داشتین به عهده یا خودتون به عنوان مادر یا پدر، دارم میبینم که اینجا به حال کارهایی رو داشتین انجام میدادین و دارم میبینم که اینجا سعی کردین که مسائل رو با یک به قول معروف تسلط خاصی بهش بپردازه. در حال دارم باز هم ببین حرکت و رفتن رو که اون بالا بر شما میبینم، اینجا هم حرکت و رفتن رو دارم میبینم ولی اینکه موانعی وجود داشته باشه. برای سری از دوستان شاید اگر جا به جایی دارین و الان شاید مشکلات مادی وجود داشته باشه برای جا به جایی شما، حالا مادی حتما مالی نیستش، شاید لوجستیک باشه، حالا هر چیزی ممکن هست باشه ایمیون. ولی دارم ببینم من وقتی کارت ها رو با هم دیگه جمع میکنم ممکن هستش که افرادی باشن که بتونین روشون حساب کنین. به هر حال اگر که این شرایط شما الان برای تغییراتی که در زندگی شما دارن به وجود میان یه مقدار شاید طولانی تر باشه، ولی این مسئله داره انجام میشه و در آینده کارها بسیار زیبا هستن. ببینید از نظر مادی برای شما مالی حتی بهبودی دارم براتون میبینم و همچنین دارم میبینم قدرتمندی شما و حس خوبتون رو اینجا دارم میبینم دوستان، ولی اینکه مشکلاتی وجود داشته باشه. در زندگی همیشه مشکلات وجود دارن، هیچ وقتی همه چیز 100% خوب نیستش. همیشه ما باید هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر چقدر که ما زندگیمون رو پروژه هامون رو گسترده تر کنیم و توسعه بدیم دوستان، پس بنابراین به همون اندازه هم ممکن هستش که مسائل موانعی باشه که هر دفعه باید براش یک راه حلی پیدا کنیم. پس هم اینم با مسئولیت پذیری کامل به زندگیتون میرسین دوستان. و برای یک سری از دوستان عزیز هم دارم میرم که شاید یک شروع احساسی هم اینجا وجود داشته باشه. خب ببینیم که فرشتگان چه پیام براتون دارن. پیام فرشتگان برای شما چه چیزی هست دوستان؟ عشق. قلب عشق قلب آفرینش هست. برای عشق همه چیز امکان دارد و همه چیز یک جهت دارد. پس کاری کن که تمام افکار تو و احساسات تو تصویری از یک حقیقت جاودانه باشه که اون عشق هست. دوستان عزیز این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش عزیزان دل و تا فال دیگه خدا نگهدار.